آقای حاجی بابایی گفته بودن برای شرایط زرد، سفید و قرمز، این رو وزیر اعلام کرده بودن، برای هر کدام برنامه داریم. الان همه برنامه‌ها یکیست، مجلس چه میکنه در این همچین شرایطی؟ ببینید مجلس که حرفشو داره میزنه. نه حرف زدن ما... چون ما هم اینجا صحبتشو میکنیم، ولی این که برای مجلس یه قدرت اجرایی داری که من ندارم. نه قدرت نظارتی، یه قدرت نظارتی مجلس داره. قدرت نظارتی مجلس همین است که ما داریم الان اعلام میکنیم. یعنی میگم آقای وزیر آموزش و پرورش، شما آیا این کاری که داری انجام میدهی مصوبه شورای یا ستاد مبارزه با ویروس کرونا است؟ من با وزیر بهداشتم صحبت کردم، گفتم آقا این مصوبه شماست بوده؟ ایشان فرمودن منم یه عضوم، من دغدغه دارم. من دغدغم این است که الان تو بهداشت و درمان پرستاران ما، پزشکان ما واقعا با این سختی هایی که در مرحله اول و مرحله دوم تحمل کردن، این توان برای یک قله و یک موج جدید سوم وجود نداره واقعا تو بهداشت درمان. خب من الان بحثم این است، رئیس ستاد کرونا حتما رئیس ستاد کرونا و حالا آیدشمونم رئیس اونجا ستاده. آیا شما به عنوان رسانه ملی تا امروز به شما چیزی ابلاغ شده به عنوان ستاد کرونا به مردم اعلام کنید خبر بدید؟ اون ندادید. درست. به منم به عنوان نماینده نرسیدید. ما الان داریم بررسی میکنیم که این کارو کی انجام داد. اگر خدای نکرده، انشالله که اینجوری نشه، اگر خدای ناکرده یک موج سنگین کرونا فردا را افتاد، شما میدونید دانش آموز کلاس اول ابتدایی، دانش آموز کلاس، شما دو تا بچه داشته باشید تو منزل میتونی کنترلش کنی؟ اصلا ماسک براش بزنی بگه به این دست بزن به اون دست بزن، هر جا دلش بخواد بازی میکنه، قابل کنترل نیست به این راحتی ها. آیا حاجی بابای عزیز از وزیر شما سوال کردید؟ وزیر آموزش پرورش این هفته بعد کمیسیون آموزش تحقیقاتی رو دعوت کردن، وزیر رو دعوت کردن، باید بیا گزارش کامل بده و مسئولین دیگر، وزیر بهداشت درمان باید بیا گزارش بده به مجلس. اینا همه قرار شده این هفته بیان تو مجلس گزارش بدن، به مجلس و کمیسیون‌های تخصصی گزارش بدن که این کاری رو که دارن انجام میدن ما از خدامونه، این کار انجام بپذیرن، تمام شرایط رو مهیا کرده باشن.